ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی را از شمال سوریه خارج می‌کند. انتقادات را به جان خرید، حالا می‌گوید قصد ندارد این نیروها را از منطقه غنی از نفت خارج کند. استراتژی ترامپ دقیقاً چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. تصمیمات ترامپ در خاورمیانه دست کم در ظاهر چندان همخوانی با اسلافش ندارد، نه با بوش پدر و بوش پسر که به عراق لشکر کشیدند، نه با اوباما که علارغم اینکه به سوریه حمله نکرد و نیروهای آمریکایی را از عراق بیرون برد، به حضور و هژمونی آمریکا در این منطقه به روشنی اهمیت میداد. ترامپ شیوه های دیگری برگزیده. یک روز از این میگوید که آمریکایی ها پلیس منطقه نیستند و بقیه هم باید سهم بدهند. روز دیگر نیروها را از سوریه بیرون میکشد و میگوید این نیروها را به مناطق نفتی دیگر منتقل میکند. چرا؟ که نفت مهم است و آمریکا سهمش را میخواهد. استراتژی ترامپ در خاورمیانه چیست؟ آیا با وجود امکان تولید گسترده نفت شل در خود آمریکا، هنوز منطقه خاورمیانه برای واشنگتن اهمیت پیشین را دارد؟ آیا اساساً یک استراتژی در کار هست؟ در برنامه امروز دو مهمان دعوت کردیم. مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه از نیویورک با ماست و میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند سوئد از شهر مالمو. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای جلالی تهرانی، نظر شما چیه؟ آیا یک استراتژی ثابت و روشنی در کاخ سفید ترامپ دیده میشه در قبال خاورمیانه، یا در واقع هر چه که میریم آقای ترامپ در لحظه تصمیمات میگیره و اونها رو عملی میکنه اونطور که به شخصیت او نسبت داده میشه؟ به نظر من تا حدودی شاید این استراتژی روشن باشه، یعنی ما یک نوع همگنی در سیاست‌های ترامپ به طور مشخص در مورد مثلا جمهوری اسلامی می‌بینیم. فشار اقتصادی، او به جنگ اقتصادی معتقد هستش و فکر می‌کنه که جنگ اقتصادی می‌تونه جایگزین جنگ نظامی باشه، برای همه تحریم‌های اقتصادی رو در نظر می‌گیره و مشابهت‌های کمی هم با ترامپ با اوباما چند نداره، یعنی هر دو در واقع نسبت به خاورمیانه یک نگاه از بالا به پایین دارند و آقای اوباما هم یک بار گفته بود در مورد خاورمیانه، گفته بود اینا فرهنگشون اینه، که خیلی تحقیرآمیز هم بود این جمله، گفته بود اینا فرهنگشونه و تغییرش نمیشه داد. اما بوش پسر متفاوت بود، چون نیوکان‌ها این اعتقاد رو داشتن که دموکراسی فقط برای غرب نیست، کشورهای دیگه هم میتونن دموکراسی داشته باشن، فقط باید بهشون کمک کرد، دیکتاتورهاشون رو برداشت. این ذهنیتی که بوش برای حمله به عراق داشت خب ذهنیت خوبی بود، ولی متاسفانه هیچ گونه مطالعه‌ای صورت نگرفته بود، نگاه مذهبی بود، احساس می‌کرد یک مأموریت الهی داره، اصلا تفاوت شیعه و سنی هم نمی‌شناخت و بعد از حمله به عراق بودش که واقعا مکافات شکل گرفتش با تقویت نوری المالکی که در واقع عامل ایران بود. به همین جهت میشه گفتش که اوباما و ترامپ از جهاتی مشابه هستند، بوش پسر متفاوت. نظر شما چیه آقای بهروش؟ آیا میشه یک استراتژی روشنی رو تشخیص داد در اونچه که ترامپ داره در منطقه خاورمیانه اعمال میکنه؟ نه، من اینطوری فکر نمی کنم. به هیچ وجه نمیشه در واقع یک چارچوبی رو این وسط ترسیم کرد که ترامپ داره بر اساس حالا اون چارچوب استراتژیک عمل میکنه. تصمیماتش بسیار، چجوری بگم، بسیار ناگهانی، غیر قابل پیش بینی، نه صرفا برای ما بلکه حتی برای همکاران نزدیکش، مثلا پنتاگون یا وزارتخانه‌های دیگه آمریکا، و تا حد زیادی معطوف به منافع کوتاه مدت و آنی خود ترامپ، مثلا جریان انتخابات، این جریان استیزاه که راه افتاده. ببینیم مثلا همین قضیه شمال سوریه رو شما نگاه بکنیم، بعد از اینکه کردها و آمریکا به توافقی رسیده بودن به نام مکانیزم امنیتی یا مکانیزم امنیت که در مرز سوریه و ترکیه اعمال بکنن، بعد با پس از یک تماس تلفنی یهو نظرش عوض شد،
دستور خروج نیروها رو از مرز داد. بعد متوجهم آقای بهروش، ولی چون حالا تو این برنامه داریم یه مقایسه میکنیم با در واقع استراتژی رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، این ناشنیده نیست؟ قبلا هم آمریکا چنین کارهایی رو کرده، اتفاق افتاده. حالا ممکن هست که شما بگید که اون دوره خیلی گذشته، الان زمان عوض شده، ولی به هر حال اینطور نیست که رئیس جمهورهای قبلی آمریکا هم در موقعی در لحظه‌ای تصمیم نگرفتن و تصمیم در واقع ناگهانی برای خروج نیروها؟ نه ببینید، به این شکلی که شما الان میبینید که حتی مثلا پنتاگون، مقامات ارشد پنتاگون هم غافلگیر بشن و مثلا ترامپ یک تصمیم بگیره صرفا پس از یک تماس تلفنی با اردوغان، همچین چیزی بسیار کم سابقه هستش، اگر بی سابقه نباشه. ببینین مثلا همین الان وضعیت نیروهای آمریکا در سوریه، شما حرفای مختلفی از وزارت خارجه میشنوین، از مارک اسپر وزیر دفاع میشنوین و از ترامپ میشنوین. همین الان مشخص نیستش که آیا نیروها رو چقدر نیرو میخوان توی سوریه نگه دارن، آره میخوان اصلا نیرو نگه دارن. همین اواخر وزیر دفاع آمریکا گفتش که ما میخوایم نیروهایی رو که از شمال منتقل کردیم به پایین تر، در واقع در شمال شرق منتقل کردیم به پایین تر، اونها رو انتقال بدیم به عراق، بعد از 4 هفته از عراق در بیاریم. همین الان فکر میکنم امروز یه مقام وزارت خارجه گفته که ما پس از قتل کشته شدن حذف ابوبکر بغدادی میخوام بیشتر تلاشمون رو بذاریم و به جنگ با داعش بپردازیم. بنابراین نیروهای آمریکایی نقش عمده این وسط خواهند داشت. یعنی شما به این راحتی نمیتونین یک تصویر رو این وسط ترسیم بکنین که ترامپ داره بر اون اساس، بر این اساس این منطق عمل میکنه به هیچ وجه. آقای تهرانی با شما مخالف بودن، بفهمین آقای تهرانی. اصلا من نمیدونم صحبت هایی که شون میکنم بر مبنای چه فکت هایی هستش. مثلا اینکه پنتاگون سورپرایز شده رو نه من نه خود ایشون فکر نمیکنم خبر داشته باشیم از این موضوع، در حالی که در زمان ولی یه چیزی رو خبر داریم، اینکه مثلا در مورد همین کشتن بغدادی اتفاقی که افتاده، هیچ کدوم از در واقع شرکای سنتی آمریکا که در منطقه هم بودند مطلع نبودند از این برنامه. یعنی میدونیم که تصمیماتی گرفته میشه که خیلی ها خبردار نمیشه. ببینید جنرال مظلوم کوبانی، در واقع جنرال رجاوا، مطلع بود و از 5 ماه پیش همکاری میکرد و مهمترین نقش رو در این زمینه داشت. ولی مثلا فرانسه و بریتانیا در جریان نبودن، اونطور که خودشون میگن. خب طبیعیه، شما انتظار دارید مثلا برای بن لادن اصلا چه نیازی هست در اون زمینه اینها در جریان باشن؟ ببینید ما وقتی که کوالیشن میسازیم، یعنی ائتلاف میسازیم، ائتلاف نظامی میسازیم، بحث دیگری است. اما وقتی که قرار هستش که یک نفر اساسین بشه، یعنی کشته بشه، نیازی نیستش. اما حالا من برگردم به تفاوت نیروی نظامی آمریکا، یعنی اختلاف نیروی نظامی آمریکا با رئیس جمهور. در زمان اوباما بیشترین برآمد رو داشت، حتی جنرال های آمریکایی نامه نوشتن، چندین بار اعتراض کردن به کاهلی اوباما، به بیتفاوتی اوباما در سوریه، در عراق، در بله این از انتقاداتی بود که با آقای اوباما وارد بود، استعفا داد. همینطور پتریاس اتفاقی که براش افتاد از اونجا اومد بیرون. این تضاد در دوران اوباما بیشتر بود. در مورد آقای ترامپ هم اینو بگم، ترامپ ببینید من شخصا شدیداً باش مخالفم، یعنی هم با او هم با اوباما، از این جهت که فکر میکنن منافع زیادی اونها در خاورمیانه ندارن و اهمیت به خاورمیانه نمیدن، در حالی که به نظر من منافع ملی آمریکا هم در گرو خاورمیانه هست. دقیقاً بحث همینجاست آقای جلال تهرانی، خیلی خوب نکته رو مطرح کردید. بسیاری معتقدند که وقتی که آمریکا الان به نوعی میتونه خودش نفت شل رو تولید بکنه، حالا قیمتش ممکنه بالا باشه، اما خیلی وقتی قیمت نفت در این سوی جهان به خاطر مشکلات و مسائل امنیتی بالا میره، میارزه که اونجا نفت شل رو تولید بکنه، مطمئن‌تر هست، دست خودشون هست، بهتره که اصلا جمع بکنه از این منطقه بره. آیا یک همچین ایده الان در واقع خریدار داره؟ آیا فکر می‌کنید آقای ترامپ با توجه به اینکه یک فردی هست، تاجر هست، بیزنسمن هست، این چیزها رو میشناسه، به این نتیجه رسیده داره چنین تصمیمی میگیره یا نه؟
احتمالاً یه همچین تصمیمی رو میگیره، یعنی از نگاه تاجر بودن داره به مسئله نگاه میکنه و این نگاه کوتاه مدتیه، ولی تناقض نداره. ببینید این نکته متفاوته. شما وقتی به شعارهای آقای ترامپ در دوران کمپینش نگاه میکنید، کارزار انتخاباتیش، دقیقاً داره همونا رو انجام میده. ناسیونالیسم ملیگرایی که داره، درهای آمریکا رو بستن، به خاورمیانه اهمیت ندادن، سربازا رو بیرون کشیدن، دقیقاً همین کارا رو انجام میده. سرباز هم اگر ما میبینیم که به سعودی میفرسه، میگه پولشو باید بدید، یعنی در واقع مسئولیت رو میذاره گردن کشورهای منطقه. در مورد نفت شل هم ببینید، نفت شل اینطور که گفته میشه در حدود، یعنی هزینه استخراجش و هزینه تولیدش حداقل 60 دلار هستش به هر بشکه. درست. باید چه قیمت بازار چه قیمتی هستش که اصلا میارزه که یه همچین چیزی تولید بشه یا نه. در مورد صحبت‌هایی که اخیراً آقای ترامپ در مورد نفت کردش که خیلی حساسیت برانگیز بود، این رو توضیح بدم. نگفتش که نفتش رو ما بگیریم خرج خودمون بکنیم. گفت نفت رو در واقع، البته ممکنه این کار هم بخواد بکنه، اما حرف اصلیش این بود، گفت نفت رو باید گروگان گرفت که اینها به ما محتاج بشن و مجبور بشن که مسیری که ما می‌خوایم رو ادامه بدن، چون عراق در واقع از دست آمریکا کامل در آمده. صحیح. بگویید آقای بهروش، در واقع این اون استراتژی هست که آقای ترامپ الان داره پی میگیره، چون نیروهایی هم که از سوریه در واقع به نوعی خارج کرده برده در مناطق نفتی، گفته ما اینها رو میذاریم برای حفاظت از مناطق نفتی. آیا فکر میکنید آقای ترامپ تصمیمش این هستش که در واقع نیروهای آمریکایی در منطقه رو مستقر بکنه نزدیک مناطق نفتی و اونها رو تحت سلطه بگیره؟ من فقط یک مطلب رو که آقای جلال فرمودن اصلاح بکنم. ایشون گفتن من درباره خروج عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، از مرز سوریه و ترکیه حرف می‌زدم که بدون هماهنگی انجام شد و به این هرج و مرجی که همه ما در جریانش هستیم انجامید و خب کلی کردها کشته دادن. نه درباره حذف بغدادی، که بله درباره حذف بغدادی ماها قبل کار اطلاعاتی شده بود. بعد من منابعم مثلا فارس و ایران اینترنشنال اینا نیست، منابع من نیویورک تایمز و واشنگتن پست و رویترز و اسوسییتد پرس هست. بنابراین من به ایشون پیشنهاد می‌کنم ایشون منابعشون رو دقیق‌تر چک بکنن. درباره اینکه استراتژی ترامپ چی هست در شرق سوریه، ببینید بعد از اینکه آقای ترامپ در واقع اعلام کرد که میخواد نیروها رو خارج بکنه، مقامات پنتاگون، چون اینو باز بر اساس گزارش خود آمریکایی‌ها دارم میگم، مقامات پنتاگون چون به اصطلاح رگ خواب ترامپ رو میدونن، رفتن پیشش گفتن که اونجا نفت هست و از این کانال وارد شدن که ترامپ رو قانع بکنن نیرو نگه داره اونجا، چون اون در واقع ساختار نظامی و سیاست خارجی آمریکا برخلاف ترامپ بر این باور هستش که نیروهای آمریکایی باید در اونجا بمونن. و چرا باید بمونن آقای بهروش؟ چه سودی داره برای آمریکا؟ این جلوی گسترش نفوذ ایران و روسیه و همچنین بشار اسد رو در اون مناطقی که تا به حال تحت کنترل کردها بوده و الان به خاطر تصمیم ترامپ به پشت کردن به کردها دست نیروهای دولتی سوریه افتاده، جلوی گسترش این نفوذ این نیروها رو بگیرن. و چون راه دیگه‌ای برای قانع کردن ترامپ ندارن، بحث نفت و میادین نفتی رو مطرح کردن. ولی بهروش، در مجموع تعداد نیروهای آمریکایی در اون منطقه که آنقدر زیاد نبود، بیشتر در واقع این همکاری با کردها بود که به نوعی در واقع کردها به عنوان نیرویی که با آمریکا هماهنگ عمل می‌کردن میتونستن استراتژی آمریکا رو در اون منطقه پیاده بکنن. الان که کردها به هر حال این در واقع چی میگن بهش، شمشیر از پشت رو از ترامپ خوردن و خیلی ها ناراحت هستن، خیلی از کردها ناراحت هستن از این اتفاقی که افتاده، آیا هنوز هم میتونه آمریکا روی این کمک حساب بکنه؟ ببینید قبلا نیروها 2000 نفر بود، ترامپ اعلام کرد خارج میکنه، ماتیس اگر یادتون باشه سال پیش استعفا داد و در واقع اون مقاومتی که از طرف ساختار حکومتی و اون استبلیشمنت ایجاد شد باعث شد که اون 2000 نفر خارج نشن، 1000 نفر بمونه. الان اون 1000 نفری هم که مونده اونم داره یواش یواش کمتر میشه، یعنی بحث سر همین 1000 نفر هست. بعد درباره سوالی که پرسیدین،
من فکر میکنم طبیعتا تصمیمی که ترامپ درباره کردها گرفت وجهه در واقع قابلیت اتکای آمریکا رو وجهه آمریکا رو به عنوان یک شریک قابل اتکا خدشه‌دار کرد. منتها ترک ها الان همکاری که میکنن مخصوصا در این جریان بغدادی که خیلی همکاری کردن میخوان نشون بدن که واقعا نیروهایی هستن که میشه بهشون اتکا کرد که در واقع برای منافع در راستای منافع آمریکا عمل میکنن و برای منطقه به لحاظ برقراری صلح مفید هستن. از این جهت کم کاری میکنن به خاطر حفظ وجهه خودشون. برگردیم به همون بحث استراتژی. آقای جلال تهران، شما گفتید یه استراتژی روشنی داره آقای ترامپ، ولی خیلی وقتا وقتی به جزئیات عملکرد او در منطقه نگاه میکنیم میبینیم که تناقضهایی وجود داره که نمیشه اینها رو توضیح داد. مثلا آقای ترامپ به روشنی طرفدار اسرائیل هست، با عربستان شراکت مالی گسترده داره و حمایت میکنه از عربستان، در عمل میاد با خروج نیروهای آمریکایی در شمال سوریه دست ایران رو و بشار اسد رو در منطقه باز میکنه، کسانی که به هر حال مشخص هست که اسرائیل و عربستان باشون مسئله دارن. چطور میشه اینو توضیح داد؟ بله شما درست میگید، اگر هم من چون این جمله‌ای رو داشتم یادم نمیاد اشتباه کردم. استراتژی مشخصی در مورد خاورمیانه نداره و استراتژی غلطی داره، متناقض. سیاست‌هایی که داره، نگاهی که داره، نگاهی است که کاملاً با کارزار انتخاباتیش همخوانی داره و از ابتدا این استراتژی در واقع غلط بوده، بی استراتژی بوده نسبت به خاورمیانه و فضا رو نمی‌شناخته. ببینید ما در مورد خاورمیانه در واقع کشورهایی که متحد آمریکا هستن، همانطور که خودش داره میگه، مثل سعودی، مثل اسرائیل، اینها جزء منافع هستن. معمولا ما تو درک کلاسیکی که از روابط بین الملل داریم، اگر تو متحدی داشته باشی جزء منافع تو حساب میشه. پس بنابراین برخلاف اون چیزی که آقای ترامپ میگه که ما در خاورمیانه منافعی نداریم، کشورهای متحدش در خاورمیانه حضور دارن. و بعد اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته، مثلا همین داستان کردها رو یه اشاره کوچیکی بهش بکنم. ببینید کردها در واقع مبارز اصلی با داعش بودند، ولی صداش بلند نشد، به عنوان قهرمان در سراسر دنیا شناخته نشد. آمریکا خواستش بخشی از این مبارزه رو کردیتش رو به عهده بگیره، در حالی که محال بود بتونه داعش رو شکست بده بدون کمک کردها. از طرفی شما همزمان یک جنگ رو پیش ببرید و در همزمان یک دموکراسی که تازه نه یک دموکراسی معمولی، یک دموکراسی که مدلش هرگز در دنیا تجربه نشده، مدل کانتون‌ها و مدل شورایی رو تأسیس بکنید. در مورد کردها صحبت میکنید؟ در مورد کردها صحبت میکنید؟ کردها داشتن این کار؟ بله. سطح جنگ هم به جنگی زنهای روژاوا رو داریم میبینیم، زنهای کوبانی رو میبینیم، هم همزمان یه دموکراسی رو تجربه کنی از فرصت. بله. این در واقع منافع آمریکا در این هستش که یه همچین نیروی رو، یه همچین پدیده ای رو تقویت کنه. دموکراسی لیبرال در خاورمیانه، البته اونها خیلی لیبرال نیستن، ولی دموکراسی لیبرال در خاورمیانه باعث ثبات میشه و باعث اقتصاد جهانی میشه که رشد بکنه و این رو آمریکا در نظر نمیگیره. حالا مسئله مهاجرت، مسائل تروریسم، گسترش، اینها بحث‌های دیگری است، اما ثبات در خاورمیانه قطعاً جزو منافع آمریکاست و یکی از روشن‌ترین پدیده‌هاش رو که ما در مورد کردها دیدیم آقای ترامپ اصلاً و این رو واقعاً میشه یک خیانت محسوب کرد. پس بنابراین آقای جلال تهرانی، شما می‌فرمایید یک استراتژی روشنی آقای ترامپ نداره، دقیقاً همون چیزی که آقای بهروش هم میگن، در واقع میگید یک استراتژی بی استراتژی در واقع داره، یعنی یک کاری در واقع داره می‌کنه بر اساس شعارهای انتخاباتیش که هیچ کدوم در واقع یک در واقع زنجیری نیست که به هم وصل باشه، یک تصویر روشنی نیست، یک اتفاقاتی هست که بر در لحظه تصمیم میگیره، اینطور میفرمایید؟ نه خیلی نه، من اتفاقا همینو دارم میگم. ببینید تفاوت صحبت من اینه، من میگم که آقای ترامپ از ذهن خودش، از دید خودش اتفاقا نگاه بکنیم همگنه منطقی در پین صحبتش هست، ولی ما میگیم این منطق غلطه.
از ابتدای کارزار انتخاباتیش هم تا به امروز اون منطق رو داره پیش میبره، از جمله بیرون کشیدن نیروها. ما میگیم این منطق غلطه، یعنی دخالت‌های غلط آمریکا در منطقه خاورمیانه. روش پادزهرش این نیستش که دیگه دخالت نکنه اونطور که آقای اوباما بود یا به نوعی ترامپ تا حدودی، بلکه دخالت‌های درسته. ما باید آمریکا رو موظف بکنیم که دخالت‌های درست در منطقه داشته باشه. آقای بهروش، در عمل اون چه که در مورد آقای اوباما و آقای ترامپ اتفاق افتاده، که در مورد آقای اوباما ظاهراً اینقدری که الان در مورد آقای ترامپ انتقاد میشنویم انتقاد نمیشد، مثلا وقتی که نیروها رو از عراق خارج کرد چرا انتقاداتی بود ولی نه در این سطح، یا در واقع خیلی از تصمیمات دیگه‌ای که در کاخ سفید اوباما گرفته شد با اون چه که الان داریم میبینیم تفاوت عمده شاید نداشت، ولی در شیوه ارائهش میشه گفت که فرق بود. فکر نمی‌کنید همین شیوه ارائه روی توییتر، ویژگی‌هایی که آقای ترامپ داره، باعث میشه که این همه انتقاد از عمل کرده او باشه، تا اینکه واقعاً بشه گفت که استراتژی او استراتژی درستی نیست یا استراتژی نداره؟ نه ببین، من واقعاً فکر می‌کنم که استراتژی نداره. اصلا ترامپ از استراتژی سر در نمیاره، از توازن قوا در منطقه، از معادلات منطقه‌ای، از اینها سر در نمیاره. و من اینجاش با آقای جلالی موافقم که در راستای شعارهای انتخاباتیش، اونم به خاطر اینکه دوباره انتخاب بشه داره عمل میکنه. شما یک مثال دیگه بزنم که حالا یه ذره به خاورمیانه مربوط نیست، همین قضیه استیضاح رو به خاطر اون بدبستانی که قرار بود با رئیس جمهور اوکراین انجام بده، شما همین رو در نظر بگیریم. به خاطر منفعت آنی و کوتاه مدت خودش که رقیب جو بایدن رو مثلا شکست بده یا اون رو تخته بکنه، زنگ زده به رئیس جمهور اوکراین که، و در واقع بحث اصلی اینه که 100 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا رو نگه داشته که اون در واقع این لطفی رو در حق ترامپ بکنه. بعد اون چند صد میلیون دلار برای اوکراین، برای امنیت ملی اوکراین که در شرق داره با روسیه، با شورشیان مورد حمایت روسیه می‌جنگه، ضروریه. یعنی چیز بسیار حیاتی برای منافع ملی آمریکا هم مهمه، ولی اصلا به این چیزها فکر نمی‌کنه. یعنی و کار به جایی کشیده که داره الان استیضاح میشه. خب پس اصلا... بذارید آقای بهروش، وقت زیاد نداریم، من سوال آخر در این مورد بپرسم ازتون. آیا فکر میکنید اون چه که الان داره آقای ترامپ انجام میده، حالا اسمش رو هر چی بذاریم، شعارهای انتخاباتی، نداشتن استراتژی، تأثیرش الان دیده میشه یا پیامدهایی داره که الان نمیبینیم و در آینده میبینیم؟ مثلا اینکه اگر شما مثلا باعث بشید که کشورها با همین جنگ اقتصادی به این طرف برن که دیگه دلار رو از معادلاتشون حذف بکنن، در 5 سال 10 سال آینده نتیجهش رو خواهیم دید. اگه کشورها، مثلا کشورهای اروپایی، به این نتیجه برسن که ناتو جواب نمیده، بریم ارتش خودمون رو درست بکنیم، در 5 سال 10 سال آینده نتیجهش رو میبینیم. چه این چیزی فکر میکنید؟ من فکر می‌کنم هم پیامدهای کوتاه مدت داره، همین وضعیت وخیمی که توی شمال سوریه دیدیم، کلی غیر نظامی کشته شدن، حدود 400 هزار نفر غیر نظامی کرد آواره شدن، هم خب یه مثال، هم پیامدهای بلند مدت داره از جهت تغییر توازن قوا در حالا منطقه و همچنین در جهان به ضرر آمریکا. الان شما نزدیکی مثلا روسیه با عربستان یا روسیه با امارات یا اون تقویت نقش روسیه رو در قبال در مقایسه با آمریکا، شما ببینید که در دوره حاکمیت ترامپ چقدر این پررنگ‌تر شده و چقدر قدرت گرفته. در صورت قبلا در دوره اوباما به این شکل نبود، یک نگاه مشخصی بود، یک استراتژی آمیزه‌ای از دیپلماسی و نیروی قهریه بود که منافع آمریکا رو پیش ببره. در دوره ترامپ هم چیز رو نمی‌بینید. آقای دایی‌تر، نظر شما راجع به همین موضوع میخوام بپرسم و همینطور اضافه بکنم، اگر که به هر حال اون هژمونی که از آغاز قرن بیستم آمریکا میخواست که روی جهان داشته باشه و داشت، کم کم جاش رو بده به یه همچین تصویری که الان میبینیم، نتیجهش فکر میکنید چه خواهد بود، هم برای آمریکا هم برای کل جهان؟ نتیجه واقعا ناگواری خواهد داشت، کما اینکه الان هم داره. ببینید، آمریکا بر مبنای ایده پدران بنیانگذار کشوری بوده که رهبر دنیای آزاد بوده، کشوری بوده که برای اولین بار مفهوم حقوق بشر رو
در ساختار سیاسی به صورت تأسیسی شکل داده و حداقل در دوران جنگ سرد هم ادعای رهبری دنیای آزاد رو داشته. این ادعا توسط رئیس جمهورهای آمریکا ممکنه نقض شده باشه، ممکنه تضاد رو دیده باشیم، ممکنه ریاکاری رو دیده باشیم، دروغ رو دیده باشیم. سیاست خارجی آمریکا خیلی جاها اشتباه بوده، در این تردیدی نیست، ولی همین که به هر حال پرچم دنیای آزاد رو در دست داشته، این قدرت آمریکا بوده، نه قدرت نظامی آمریکا، قدرت تکنولوژی آمریکا. همین که الان من با شما داریم صحبت می‌کنیم، از راه اسکایپ، از راه سوشال میدیا، تمام اینها قدرت آمریکاست. الان رژیم دریاهای آزاد عملا دست آمریکاست، مسئله آلودگی کره زمین عملا دست آمریکاست. بنابراین آمریکا باید این نقش پلیس جهانی خودش رو داشته باشه، به شرطی که حمایت بکنه واقعا از حقوق بشر و به شرطی که بفهمه که حقوق بشر، حقوق یک زن در سوریه، در عراق، در افغانستان نقش مستقیم در منافع ملی آمریکا، نقش مستقیم در اقتصاد جهانی داره. و اگر نگاه ناسیونالیستی در آمریکا شکل بگیره و بره جلو، این هم برای خود آمریکا ضعف خواهد بود، قدرتش رو از دست میده و هم جهان ما به یک جهنم تبدیل میشه، کما اینکه خاورمیانه تبدیل شده. برای من برای آمریکا واقعا باور دارم، به شرطها و شروطها. متشکرم از شما آقای جلالی تهرانی، آقای بهروش، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.